تو تقی‌زاده عزیز، قبل که وارد بحث بشیم، این ماجرای شکایت از بی بی سی و این گزارش این فیلم، اینا چیه قضیه؟ اجازه بدید یک توضیح جامع‌تر در مورد این رویداد بدم. رویدادی که بین ایرانی‌ها یک مقدار زیادی خشم درست کرده. این باز دستگل تازه است که بی بی سی به آب میده و هیچ کس نمیدونه واقعا کی و چه زمانی از مبادرت به اقدامات تخریبی از این دست خسته میشن. یک بار یادت هست شما آقای میبودی، دو سه سال پیش وقتی ایرادات مشابهی فراهم بود، دعوت شد و صادق صبا رئیس سابق بی بی سی به برنامه آمد، توضیحاتی داد. اون موقع هم چنین انتقاداتی وارد بود، ولی حالا ظاهراً کارهایی میکنه بی بی سی که اصلا ارتباطی با برنامه متعارفی خودش که خبررسانی به جامعه، خبررسانی بیطرفانه به جامعه ایرانی هست، نداره. فیلمی که تهیه شده ظاهراً با این نیت تهیه شده که بگن برگزاری جشن شاهنشاهی عامل انقلاب سال 57 بود. ما میدونیم در بی بی سی چه کسانی کار میکنن، با سوابق چپ در بخش‌های متعدد که صبا رئیس سابقی که از اونها بود، از چپی‌های شناخته شده، و هستن برنامه سازان متعددی که هنوز شغل‌های ارشد در بی بی سی دارن. گروه دیگری هم هستن که وامونده‌های روزنامه نویسی دوران اصلاحات هستن، یا زمانی که خاتمی سر کار بود و بعد در نتیجه موج‌های بگیر و ببند از ایران راهی خارج شدن و حالا شماری از اونها در بی بی سی خونه کردن. و هنوز این حالت ضد سلطنت نزد اونا هست، بخصوص نزد چپی ها. تلاش میکنن بگن که جشنهای شاهنشاهی که سال 50 برگزار شد پایریز انقلاب بوده. بین الملل میخوان توجیه بکنن کاری رو که درش نقش عمده داشتن. در حالی که پیش از جشنهای شاهنشاهی ما خاطره تلخ شورش های خیابانی مذهبی ها رو در سال 42 داریم، و اگر ارتباطی واقعا بین یک سابقه تاریخی و اونچه که سال 57 در ایران اتفاق افتاد، خرداد 42 است و نه مهر ماه سال 50 که در ایران جشن برگزار شد، رهبران ده ها کشور بزرگ و کوچک دنیا در تهران حاضر شدند و ایران با چهره تازه‌ای به دنیا معرفی شد. بهانه دیگری که این جماعت بی بی سی دارن این است که بگن در برگزاری جشن ها سوء استفاده شد، در حالی که در کشور فقیر وجود داشت. آقا در کجای دنیا فقیر نیست؟ کجای دنیا بهشت برینه؟ مگر همین برزیل که چند ماه پیش بازی های المپیک رو با هزینه بیش از 16 میلیارد دلار برگزار کرد، در خیابانهاش اعتراض برای مقابله فقر و ثروت نبود؟ مگر پابرهنه ها به خیابون نرفتن؟ ولی برزیل باز با برگزاری بازی های المپیک چهره تازه ای از خودش رو به دنیا نشون داد. در جشنهای شاهنشاهی ما به دنیا معرفی کردیم خودمون رو با برگزاری سمینارها در موزه های بزرگ دنیا، با انتشار کتاب های متعدد و با دعوت از رهبران و روزنامه نویس های بزرگ دنیا به ایران، نشون دادیم که ما از مرحله فقر فاصله گرفتیم، در مسیر پیشرفت قرار داده شدیم و ما دارای یک سابقه 2500 ساله هستیم از فرهنگ و تمدن. فرهنگ خودمون رو به دنیا شناسوندیم، برای خودمون شناسنامه تازه خریدیم. کجای این کار عیب داره؟ و ناظر اجرای جشن ها آقای انصاری اعلام میکنه که ما هزینه این جشن ها رو رسما 22 میلیون دلار در نظر گرفتیم و تا 100 میلیون دلار هم هزینه شد که منابع دیگه من جمله 60% اون رو بخش خصوصی تامین کردن و این هزینه ها برای بهبود وضعیت مملکت بود. یکی از کارهایی که آقای میبودی در طول جشنهای شاهنشاهی صورت گرفت، ساختن میدان شهیاد بود. این میدان شهیاد که سمبل تهران هست و جمهوری اسلامی برگزاری مراسم تظاهرات و انقلاب بشه در این میدان صورت داده، اسم اون رو از شهیاد عوض کرده و آزادی گذاشته، جزء اقلام هزینه هایی است که حالا به عنوان فساد بی بی سی اون رو معرفی میکنه، در کنار کارهای خلاف دیگری، مثل اینکه انباری از مثلا قالب‌های یخ رو با فتوشاپ در بیابان نشون میدن، به این علت که بگن واقعا حتی یخچال و برق نبوده، یخ رو آوردن توی بیابان گذاشتن، یا از هنرپیشه‌ها استفاده میکنن در این برنامه به اصطلاح مستند و بی‌طرف برای اینکه بگن زندانیان سیاسی شکنجه شدن، یا از فیلم‌های سال منتهی به 28 مرداد سوء استفاده میکنن به دروغ
اون رو به عنوان اعتراض های خیابانی سه دهه بعد به نمایش میذارن. کجای این برنامه میتونه مستقل باشه، میتونه بیطرف باشه؟ در طول برنامه استناد میکنن به حرفای کسانی که اون هزینه های جشن ها رو مثلا 650 میلیون دلار معرفی میکنن. از کی میپرسن؟ از ابوالحسن بنی صدر انقلابی که از عوامل شورش سال 57 بوده، حتی از حساب کتاب دولت خودش بی اطلاعه، ولی دست گونه میذاره میگه آقا من فکر میکردم که 650 میلیون دلار هزینه این جشن ها شده. میرن سراغ یک گارسون و از اون میپرسن که هزینه جشن ها چقدر بوده، و گارسون خدمتکار جشن ها میگه که هزینه دو روز جشن ها بیشتر از هزینه دو سال بودجه دولت سوئیس بوده. و به حق نمیرن به دنبال مثلا مدیران رستوران مکسیم که غذای جشن ها رو تامین میکردن، بپرسن آقا شما از بابت فروش غذاها چقدر پول گرفتید. این نشون میده که بی بی سی با سوء نظر و با سوء استفاده از امکاناتی که از طریق پرداخت مالیات مردم بریتانیا تامین میشه، هنوز به دنبال کینه جویی هایی است که منتهی شد به انقلاب سال 57 و هنوز بعد از سالها این کینه جویی رو فراهم نکرده. واقعا بی بی سی اگر میخواد برنامه تهیه بکنه، نمیتونه به سراغ قطرهای زنجیره این حکومت اسلامی بره، نمیتونه به دنبال فساد مالی عمیقی در این جمهوری اسلامی بگرده که یک قلم اون 300 میلیون دلار، 300 بیلیون میلیارد دلار مفقود شدن پول در دوران احمدی نژاد. یکی از بچه ها، نو بچه های این حکومت فاسد، 3000 میلیون دلار، 3000 میلیون دلار متهم به فساد شده که هنوز در زندان به سر میبره، در حالی که ما از جشنهایی یاد میکنیم که فقط 22 میلیون دلار هزینه برداشته و این برای معرفی ایران بوده. یک کشور کوچکی آقای میبودی مثل قطر میاد بازیهای جام جهانی رو برگزار میکنه با 1 میلیون جمعیت. چرا؟ برای اینکه برای کشور خودش هویت بخره. و ما هویت داشتیم، با هزینه اندکی تلاش کردیم اون رو به دنیا معرفی بکنیم. کجای این کار عیب داشته؟ و در برنامه‌ای که ظاهرا برنامه متعادل باید باشه، در یک سوی گفتگو آقای عباس میلانی رو میارن با سابقه شناخته شده یه چپیش که هر موقع میخواد تکدی بکنه از امثال اردشیر زاهدی، ظاهرا طرفدار دوران پادشاهی و معرف رونق اون دوران میشه، و به محض اینکه کار تکدی تمام شد، لعاب روشنفکری و تاریخ نویسی رو کنار میذاره و برمیگرده به همون ریشه های توده‌ای چپی که دشمنی جا افتاده با حکومت سابق ایران داشته. کجای برنامه میتونه بیطرفانه باشه؟ کجای برنامه میتونه عادلانه باشه؟ کجای برنامه میتونه مستند باشه؟ و اگر با پول مردم بریتانیا، با پول مالیات مردم بریتانیا، هنوز عناصر چپ در داخل بی بی سی مبادرت به اقداماتی از این دست میکنن، مردم ایران باید اعتراضهای خودشون رو به گوش مسئولین بی بی سی برسونن. من از شما خواهش میکنم آدرسی که مربوط به بخش شکایات بی بی سی هست به نمایش بگذارید، و من از مردمی که این برنامه رو الان میشنوند و میبینن درخواستم این است که فشارهای خودشون علیه این سازمان که از مسببین انقلاب 57 بوده پنهان نکنن و به گوش مسئولین برسونن. تشکر.